من مواد اولیه که برای این به کار بردم رو اینجا آوردم خدمتتون میگم. ما نیاز به کیک داریم بله. که در دو طعم هست، یک کیک ساده هستش، یک کیک شکلاتی هست. کیک بله. شکلاتیمون رو برای قسمت روی این دسر گلدونیمون که جای خاک رو که از وهله اول که حالا کسی تا الان اینو نایده باشه تصورش این میره که این واقعا خوراکی هست یا نه، بعد خامه زده شده قنادی رو بله. نیاز داریم. ژله میخوام، انتخاب ژله هم باز اسانسش بسته به سلیقه داره که من اینجا برای این دسر گلدونیامون از دسر توت فرنگی استفاده کردم. سنگای شکلاتی برای تزیین دور این بیرونی گلدون که تموم شد نیاز داریم استفاده کنیم، و برای کاور کردن لیوان هامون هستش از شکلات تختی، ترجیحاً اگر کیبوردی باشه خیلی بهتر هستش که به روش بنماری هم که مطمئنن بینندگان میدونن. دوست داریم همه رو بگید برامون. بگم توضیحشو بله. بدم چشم. ما این شکلات تختیمون رو در یک ظرفی قرار میدیم بله. بعد روی بخار کتری بله. اگر احیاناً بخوایم که خیلی رقیق‌تر بشه و راحت‌تر کمی روغن مایع استفاده میکنیم که خیلی به راحتی ذوب میشه. سعی کنن حتما بینندگان اصلا آب داخلش ریخته نشه، به محض اینکه قطره آب داخل این ریخته بشه سفت میشه بله. بعد که این مایع شد میام این لیوان‌های گلدونیمون هستش ساده. من بله ساده‌ش هم آوردم، کاور شده‌ش هم آوردم که احتمال زیاد داره وقتی میخوام این رو ما کاور بکشیم با این شکلات این بیاد پایین. برای که این اتفاق نیفته این رو قبلش من نیم ساعت داخل فریزر گذاشتم، این لیوان کامل سرد شده. وقتی که سرد میشه میاریم بیرون، مایمون رو که شکلات تختی هست کامل میریزیم تو خود لیوان، میچرخونیم تا همه جای قسمت که یخ بزنه بله. و بچسبه کامل دست اثر سرمایی که در خود ظرفمون هست این پوشیده میشه و ما رنگ رو تیره میکنیم. بیشتر سعیمون این هست که این دسر خیلی شبیه یه گلدون طبیعی بشه. خیلی بعد موادمون که شروع میکنیم، ابتدا میام از این کیک سادهمون ابتداش رو میریزم. من این رو به شکل هم درستش رو آوردم که وقتی ما این رو پودر میکنیم به این شکل خورده میشه بله. اگر اینا رو خورد کنیم زمان استفاده این دسر این مواد راحت‌تر با هم مخلوط میشه، طعم خیلی خوشایندی رو به دسر ما میده. بعد میان بعد از این خامه زده شده قنادیمون رو میریزیم داخل دسرمون بله. میتونیم هم از قیف استفاده کنیم هم با قاشق بریزیم و احتمالاً اگر افرادی هستن که مشکل مسئله رژیم غذایی رو دارن میتونن اصلا خامش رو حذف کنن بله اصلا استفاده نکنن. بعد ژلمون هست که باید بریزیم داخلش، قبلا ژله رو بستیم بعد خورد بله. کنیم کاری نداره، یک ژله ساده بعد با چنگال من این رو خورد کردم ریختم. قسمت انتهاییش از این کیک شکلاتیمون هست که کامل میریزیم تا سطح روی لیوانمون کامل کامل پر بشه. خیلی خوب. بعد که این رو کامل پر کردیم قسمت مرکزش رو میام از یه نی نوشابه هست، به خاطر اینکه میخوام ساقه گلمون که اینجا هست با خود این تماس پیدا نکنه مواد دسرمون، این رو در مرکزش قرار میدیم و به این شکل. البته این رو باید کوتاه‌تر بکنیم، بعد این رو میذاریم داخلش که من البته از این گلامون چون ساقاش پهن‌تر بوده از فویلم استفاده کردم. بعد برای انتهای کارمون از این سنگ‌های شکلاتی برای تزیینش استفاده میکنیم، هم طبیعی‌تر بشه گلدونمون هم شیک‌تر میکنه که من یه تعدادی ریزاش رو برای گلدون‌های ریزمون کوچیک و این بزرگ‌هارم برای دسر گلدونی بزرگمون که یه نمونه‌اش رو من اینجا خدمتتون آوردم که به این شکل آماده می‌کنیم.